اگر ای ظلم بالای خودت دیگه یک ظلم انفرادی نیست، چهار طرف پرسان که این ظلم ریشه های بسیار تاریخی داره و پایان هم نمیافته. بگو که چی نیاز داری، در اختیار بگذاریم، بزن تک تکشان که دل تیخ. پیام تازه و فوری امبلا سالی در مورد مقاومت و همچنان لطکوب قلندربک توسط طالبان و شکستاندن دست پای او و تظاهرات گسترده در ولایت پنشیر. سلام دوستان عزیز، به برنامه جدید و بسیار مهم امروزی ما خوش آمدید. لطفا کانال ما را سابسکرایب کنید. در ادامه مشروع خبرها. وزارت داخل تاجیکستان بیش از 3000 تروریست پاسپورت افغانی دریافت کردند. وزارت امور داخل تاجیکستان میگوید که بیش از 3000 تروریست پاسپورت شهروندان افغانستان را دریافت کردند. با گزارش اسپوتنیک، مقامات افغانستان بیش از 3000 پاسپورت برای اعضای سازمان‌های تروریستی صادر کردند. این مطلب را رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی تاجیکستان امروز در کنفرانسی که در سطح عالی در مورد همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم در دوشنبه برگزار شده بود بیان کرد. وی گفت که به اعضای سازمان‌های تروریستی تا اکنون بیش از 3000 پاسپورت افغانی داده شده است که یک بار دیگر خطر توسط این رژیم یعنی طالبان را تایید می‌کند. خبر دیگر، ایران نشست ویژه وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان را برگزار می‌کند. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته است که کشورش نشست فوق‌العاده وزیران خارجه همسایه افغانستان را میزبانی می‌کند تا راه حل برای بازگشت مهاجران افغان به کشورشان فراهم کند. وبسایت وزارت خارجه ایران با نشر این خبر گفته که امیر عبداللهیان و نماینده ویژه دولت پاکستان در امور افغانستان در پیوند با تحولات اخیر در این کشور رایزنی کردند. امیر عبداللهیان در این دیدار گفته است که هم اکنون 4.5 میلیون شهروند افغانستان در ایران به سر می‌برند که از این میان 1.5 میلیون تن آنان پس از تسلط طالبان بر افغانستان و ایران مهاجر شدند. تا هنوز در مورد زمان برگزاری نشست ویژه وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در ایران چیزی گفته نشده است. گفتنی است که سال گذشته نیز ایران و دنبال به قدرت رسیدن طالبان نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان را برگزار کرد. خبر دیگر، آمریکا خواستار مذاکره درباره انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه شد. با گزارش اسپوتنیک، آمریکا، فرانسه و انگلیس خواستار مذاکره در شورای امنیت سازمان ملل درباره انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه شدند. یک منبع در شورای امنیت به این خبرگزاری گفته است که ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه روز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه درخواست کردند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های آمریکایی مبنی بر ارسال تسلیحات ایرانی به طرف روسی برای استفاده در جنگ در اوکراین را تکذیب کرد. پیش از این ماریا زاخاروف نماینده رسمی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده بود که موضوع خرید پهپادهای رزمی روسیه از ایران به طور مصنوعی در رسانه‌های آمریکایی مطرح شده است. خبری دیگر، اسیران تازه گفتند که سربازان نیروهای مسلح اوکراین با مواد مخدر به جنگ می‌روند. زندانیان اوکراینی و خبرگزاری اسپوتنیک گفتند که سربازان اوکراینی تحت تاثیر مواد مخدر از جمله آمفتامین به ماموریت‌های جنگی می‌روند. خردزابط ویتالی کاترینچ، فرمانده کمبک 74، کشف جداگانه ارتش اوکراین گفته است که آنها بیشتر می‌نوشند و کردن و گفتند که ما به سمت او شلیک می‌کنیم و او بلند می‌شود و به رفتن ادامه می‌دهد. این سربازان چنین داروهای را استفاده می کنند که انسان احساس درد نمی کند. صحبت در مورد نوع آمپول زرد در میان همچنان هست. اکنون بپردازیم به خبرهای تازه از ولایت پنشیر. فوری، پس از آنکه طالبان قماندان بشیر برادرزاده قلندربک را لطکوب کردند و دست پای او را شکستاندند، مردم خشمگین پریان پنشیر دست به تظاهرات زدند و بالای ولسوالی هجوم بردند. گفته می شود که درگیری میان مردم ملکی و طالبان صورت گرفته است و ده ها تظاهرات کنندگان دیگر لطکوب، شکنجه و زندانی شدند. حالی نیست که ما هر روز دست به زیر دیگه علاشه ششته و از ظلم که گروه جاهل و متعصب و ستمگر بالای مردم ما میکنه شکایت کنیم. راه حل استادگی است، راه حل مقاومت است. دیگه این ظلم بالای خودت دیگه یک ظلم انفرادی نیست،
چهار طرف پرسان که این ظلم ریشه های بسیار تاریخی داره و پایان هم نمیافته. مگر این که دست به دست هم بتیم، انتقام بگیریم و با تمام وسایل علیه از اینا استادگی کنیم. فضل خداوند اون آمد، چنانچه در پیامتان دیدم تعلیمات نظامی دارین، دیگه گذشته محاربه دارین، با اسلحه بلد هستین. دیگه من خواهش می است که از این مظلوم نمایی خدا بکش، بگو که چی نیاز داری، در اختیارت بگذاریم، بزن تکه تکشان که دلت یخ کو. بخیر باشی. خبر بعدی، عباس استانکزی با رئیس کمیته صلیب سرخ دیدار کرد. شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان با ایولا فیلیان رئیس کمیته صلیب سرخ در افغانستان دیدار کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان شب گذشته با نشر تویتی از دیدار رئیس کمیته صلیب سرخ با استانکزی خبر داد. استانکزی در مورد این دیدار گفته است که صلیب سرخ فعالیت‌های خود را در سال آینده میلادی نیز در کشور حفظ می‌کند. در همین حال رئیس کمیته صلیب سرخ در این دیدار در مورد فعالیت‌های این کمیته در افغانستان معلومات داد و گفته است که این سازمان پس از اوکراین بزرگترین عملیات در سطح جهان را در افغانستان انجام خواهد داد. او همچنین گفت که در کنار ارائه خدمات مربوط به شفاخانه‌ها، ادارات آموزشی صحی و توقیف‌خانه‌ها، فعالیت خویش را در بخش‌های آب و انرژی، زراعت و کمک‌های بشردوستانه نیز گسترش می‌دهد. آقای فیلیون افزوده است که در سال‌های جاری فعالیت‌های خویش در افغانستان را دو برابر کردند و قصد دارند آن را در سال 2023 در همین سطح نگه داشته باشند. آقای سانوزه از کمیته‌های بین‌المللی صلیب سرخ سپاسگزاری کرده و خواهان ادامه کمک این سازمان به مردم افغانستان تا حل مشکل اقتصادی در کشور شده است. آقای استانکزی همچنین به نمایندگی از دولت طالبان از فراهم شدن محیط مناسب برای پیشبرد بهتر فعالیت‌های این سازمان اطمینان داده است. خبر دیگر، ده‌ها نفر در افغانستان منتظر انتقال به هلند هستند. وبکه هوکسترا وزیر خارجه هلند میگوید که 189 نفر از شهروندان افغانستان هنوز منتظرند که به هلند منتقل شوند. وزیر خارجه هلند همچنین گفته است که کسانی که به هلند کار کردند به هلند منتقل شدند، اما 189 نفر آنها هنوز در افغانستان منتظرند که با این کشور منتقل شوند. با گفته او از سال گذشته تا اکنون 2551 نفر از پناهجویان افغانستان از پاکستان به هلند منتقل شدند. آقای هوکسترا افزوده است که کسانی که هنوز در افغانستان باقی ماندند یا نتوانستند به پاکستان بروند یا پولی برای سفر نداشتند، این در حالی است که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان هزاران نفر از افغانستان به پاکستان رفتند. بسیاری از آنان در ماه‌های گذشته به کانادا و اروپا منتقل شدند. در همین حال وزیر خارجه هلند ابراز تأسف کرد که حالا مسیر پاکستان بسته شده است و این معنا که افراد بدون پاسپورت دیگر نمی‌توانند به این کشور سفر کنند. او به خانواده‌های افغان توصیه کرده است که برای خود پاسپورت بگیرند. آقای هوکسترا می‌گوید که ما در جریان وضعیت آنها خواهیم بود. وزیر خارجه هلند تأکید کرده است که تلاش می‌کند انتقال افراد دارای پاسپورت تا اول نوامبر 2022 انجام شود.